آزمایش برنولی یا احتمال دو جمله‌ای نگاه کنین. هر احتمالی که هر حادثه تصادفی که دو حالت داشته باشه، دو حالت شامل کامیابی ناکامی. مثلا ما یک تجربه این بار انجام میدیم، این بار به کامیابی میرسیم. در صورت اگر ما هر حادثه هر تصادفی که شامل دو احتمال باشه، احتمال کامیابی احتمال ناکامی، توسط چی؟ توسط احتمال دو جمله‌ای یا آزمایش برنولی توضیح میدیم. خب آزمایش برنولی از روی مطابقت مثبت منفی بیکل به توان ان گرفته شده. خب ما قبلا به شما گفته بودیم که فرض کنیم شما یک تجربه این بار انجام میدین، به صورت ترکیب نوشته میکنین. حالا پی بار شما احتمال کامیابی، کیو احتمال ناکامی. خب شما میفهمین که احتمال کامیابی و ناکامی را اگر با هم یک جا بکنیم عدد چند میشه؟ عدد یک. پس احتمال کامیابی جمع احتمال ناکامی برابر به چند میشه؟ برابر میشه به یک. حالا اگر پی تیر کنیم اون طرف، پس احتمال ناکامی برابر میشه یک منفی احتمال کامیابی. در صورت ما میشه یه چی رقم بنویسیم؟ این نوشته کنیم ان منفی کا، این نوشته کنیم به توان کا. پس این به این صورت هم نوشته میکنن ان سر کا پی ان منفی کا، و به جای کیو نوشته میکنم یک منفی پی، یک منفی پی به توان چی؟ به توان کا. یعنی به نام چی یاد میشه؟ به نام آزمایش برنولی یا احتمال دو جمله ای. گفتیم که یک رابطه تصادفی می باشه که در او دو بخش داره، کامیابی ناکامی. کامیابی ناکامی به این معنا او چیزی که ما می خواهیم کامیابی، او چیزی که ما نمی خواهیم ناکامی. مثلا یک حادثه شما انجام میدین، یک سکر به هوا میندازیم، سکر به هوا میندازیم، شیر میخواییم، خب شیر نمیایه، خط میایه. خب چه کار شد؟ شما شیر میخواستین، خط آمد، احتمال چیزی که میخواستین نیامد، این میشد احتمال ناکامی. الان اون چیزی که میخواین اون میشه احتمال چی؟ احتمال کامیابی. خب اگر یک سکر به هوا بندازین، دو حالت داره، یا شیر میایه یا خط میایه. الان احتمال شیر آمدن اگر شما بسنجین میشه یک بر دو، احتمال خط آمدن اگر بسنجین هم یک بر دو. خب اگر بیایم اینا رو با هم جمع کنیم، شما اینا رو بیایم با هم جمع بکنیم، چند میشه؟ یک بر دو جمع یک بر دو مثل میشه به عدد یک. پس یک رابطه تصادفی میباشه که در دو بخش داره، کامیابی و ناکامی در نظر گرفته میشه. اگر ما یک تجربه این مرتبه تکرار کنیم و در او این مرتبه ما چکار بشه؟ اینا ما این مرتبه گفتیم که تکرار کنیم، ما اینجا گفتیم کام مرتبه کامیاب بشیم. کتاب صنف 11 کا قرار داد کرده و کتاب صنف 12 ام قرار داد کرده. خیلی گپ مهمی نیه، قرار دادیه. خب قرار دادیه، از این خاطر شما میتونین مثلا اینجگا ام کا بگیرین، میتونین ام ام بگیرین، فرقی نمی کنه. حالا اگر ما به ام بیاییم بگین، پس میگین اینجا ام نوستین پیشکر تابیر چی؟ احتمال دو جمله ای توضیح میدین، ببخشین احتمال دو جمله ای. خب بنابراین اگر ما یک سوال کار بکنیم برای از اینکه منظور بهتر بفهمیم، حالا ما سوال یا از 12 از صنف، چون صنف 11 پیش میکنیم، سوال پس از 11 کار میکنیم. اینجا گفته که در یک فامیل 5 فرزند، در یک فامیل 5 فرزند احتمالی که دو تن از اولادا پسر و بقیه دختر باشه چند است؟ هرگاه چانس تولد پسر و دختر نوزاد را برابر در نظر بگیریم، در این صورت داریم که خب فامیل هسته چند تا؟ فامیل هسته 5. خب از 5 تا فرزند ما چی میخواییم حساب بکنیم؟ ما میخواییم حساب بکنیم که فامیل 5 فرزند داره، احتمال که دو تن از اولادا پسر و بقیه دختر چند است؟ ما میخواییم احتمال چی رو حساب کنیم؟ ما میخواییم در یک فامیل 5 فرزند احتمالی که دو تن از اولادها پسر و بقیه دختر باشن. حالا اگر فامیل 5 فرزند رو ما در نظر بگیریم، دو پسر، سه چی؟ سه دختر. هر چانس تولد پسر و دختر نوزاد را برابر در نظر بگیریم، در این صورت اگر ما خواسته باشیم احتمال چی حساب بکنه؟ احتمال کامیابی. حالا ما کامیابی یعنی اون چیزیه که ما میخواییم، احتمال ناکامی یعنی اون چیزیه که ما نمیخواییم. خب در این صورت میخواییم چی کار بکنیم؟ اول میاییم احتمالی که دو پسر و سه دختر باشه قد کنیم. خراب شد مثال
مثالی که در این بخش برای شما در نظر گرفتین آماده که احتمال شفا یافتن یک مریض از مرض شکر 0.4. حالا ما شفا یافتن احتمال کامیابی میگیریم. با احتمال کامیابی ما اگر بیاین به چی نشون بدین؟ احتمال کامیابی ما به چی نشون میدادیم؟ به پی نشون میدادیم. احتمال کامیابی پی برابر میشه به 0.4. احتمال شفا یافتن یک مریض از مرض شکر 0.4 است در صورتی که 15 نفر به مرض شکر مصاب باشند. تعداد کل تجربه ما اینه، چند نفر به مرض شکر مبتلایند؟ 15 نفر به مرض شکر مبتلایند. چقدر احتمال دارد که 5 نفر شفا یافت بشه؟ ما گفتیم یک تجربه را اگر این بار انجام بدیم و این بار به کامیابی برسیم، پس ما میخواییم حساب بکنیم چرا در احتمال داره که 5 نفر از این مرض چکار کنه؟ شفا یابه. در اصل خواه از مرض شکر کسی شفا پیدا نمیکنه. به یک سوالی آورده بیم در این بخش. خب اگر خواسته باشین این حساب بکنیم، میایم به فرمول 15 5. احتمال کامیابی چی گفته بودیم؟ پی 0.4 و 0.4 توانی چی میشد؟ بالا منفی پایین. از 15 که شما 5 کم کنیم چند میشه؟ 10. احتمال ناکامی چی میگفتیم؟ پیو. ما گفتیم که احتمال کامیابی جمع احتمال ناکامی برابر میشه به 1. حالا به جا احتمال کامیابی 0.4 که بذاریم اون طرف که بره میشه 1 منفی 0.4 که چند به دست میاد؟ 0.6. پس اینجا میشه 0.6 به توان چند؟ به توان 5. در صورت شما این رفع بکنیم احتمال شفا یافتن 5 نفر از 15 نفر که مرض شکر مبتلایند به دست می آید. خب اون چیزی که شما می خواهید میشه احتمال کامیابی، اون چیزی که شما نمی خواهید میشه ناکامی. حالا ما یک مثال دیگه کار می کنیم که بیشتر دیگه بس آشنا بشه. مثال دیگه که برای شما در نظر گرفتیم از کتاب صنف 11 صفحه 320 گفت یک دانه منج 6 بار به هوا میندازه. منج نمو دانگه که مکب مانندیه که به 6 وجه از او عددهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 نوشته. خب تاس هم میگن بریا به هوا میندازیم یا پرتاب میکنیم، دریافت کنیم احتمال این که تنها در 4 پرتاب آن عدد ظاهر شده کمتر از 3 باشه. شما نگاه کنیم یک دانه منج 6 مرتبه پرتاب میکنیم، 6 مرتبه پرتاب میکنیم، گفته احتمال از این حساب بکنین که در 4 بار پرتاب کردن عددی که می آید کمتر از چی باشه؟ کمتر از 3 باشه. حالا ما اگه بریم احتمال کامیابی خود حساب بکنیم، احتمال کامیابی ما پی گفته. نگاه کنیم عدد کم، ما گفتیم عددهایی که برو منج نوشته 1 2 3 4 5 6. حالا عددهایی که کمتر از 3 چند عدده؟ چند حالته؟ 2 حالته، عدد 1 عدد 2. از چند عدد؟ از 6 عدد. پس احتمالیو نگاه کنیم کل حالات که عددی که درجه خوشیش عدده، تعداد آلات ممکنه تقسیم کل آلات. حالا اینجگا شما عدد کمتر از 3 ماهیم، کمتر از 3 2 عدده، 2 آلاته، پس 2 نمیشه میکنه. احتمال اینا رو اختصار کنه میشه 1/3. این شد احتمال کامیابی. اگر شما بیایم احتمال ناکامی رو حساب کنیم، ما گفتیم احتمال ناکامی از احتمال از 1 کم میکنیم احتمال کامیابی. حالا میشه به این شکل 1/3 1 کم کنیم میشه 2/3. در صورت حالا گفتیم ما 6 بار پرتاب میکنیم، نه پس 6 4 بار میخواییم که ما به عدد کمتر از 3 دست یابیم، پس از 6 بار 4 بار ترکیب 6 4 میاییم. احتمال کامیابی است 1/3. 1/3 به توان چند؟ 6 که 4 کم کنیم 2، باز 2/3 به توان چند؟ به توان 4. شما این رفع بکنیم جواب چکار میشه؟ جواب پیدا میشه. یک کمی فهم چیره هم رفع بکنیم، بالا فاکتوریال 6 فاکتوریال، بعد پایین فاکتوریال 4 فاکتوریال، بالا منفی پایین فاکتوریال، بالا هست 6 پایین هست 4 کم کنیم 2 فاکتوریال هم فاکتوریال. حال اینا رو اگه شما ساده بسازیم 1 به توان 2 پس میشه 1، 3 که به توان 2 برسانیم 9، البته اینا بالت ضربه. 2 به توان 4 چند میشه؟ 2 به توان 4 میشه 16، 3 به توان 4 چند میشه؟ میشه 81. 4 فاکتوریال 6 فاکتوریال رو اگر شما ساده بسازیم 6 فاکتوریال میتونه بنویسیم 4 فاکتوریال 4 فاکتوریال ضرب چی؟ ضرب در 5 ضرب در 6.
خب 4 فاکتوریال هم به مخرج داریم، 2 فاکتوریال هم یعنی 2، 4 فاکتوریال 4 فاکتوریال خلاص 1 2 به 2 3 2 به 6 3 5 15 شد 15 ضرب در 1 ضرب در 16 صورت میشه به بالا نمیشه نکنم میشه 15 ضرب در 16 مخرج میشه چند؟ مخرج میشه 9 ضرب در 81 9 ضرب در 81 شما که حساب بکنید بازی تمال اگر بیاییم به فیصدی تبدیل بکنید ولی وقتی که وقت ضایع نشه من جواب نمیشه نکنم به فیصدی اگر تبدیل کنیم 8 در 23 بیترتیم.